سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. از واشنگتن نسبتاً گرم و مرطوب با شما هستم در ساعت پیش رو در برنامه ویژه پنج شنبه شبها که پیش از این نیز در شماره های تفسیر خبر، شماره های گذشته برنامه، نیم ساعت نخست رو به وضعیت کارگران در ایران اختصاص داده بودیم و در برنامه امشب نیز نگاهی خواهیم داشت به جنبش کارگری در ایران. در بطن و متن این جنبش اعتصاب گسترده و رو به افزایش کارگران معدن بافق، آنان چه میخواهند؟ چرا حکومت اسلامی ایران، حکومت دینی ایران، ولایت فقیه در ایران به مطالبات و خواسته های آنان توجه نمی کنه؟ علی‌رغم این موضوع، گستردگی اعتصاب بافق و پیامدهای آن باعث همراهی های بیشتر در عرصه داخلی کشور و نیز عرصه بین المللی شده است. همچنین نگاهی خواهیم انداخت به آخرین خبرها در باره کارگران زندانی در ایران. با خبر خواهیم شد از وضعیت بهنام ابراهیم زاده، کارگر ایرانی زندانی در جمهوری اسلامی. با من و شما هستند در نیوجرسی آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی. با شما عزیزان خواهیم بود در هر کجای ایران و جهان که هستید تا لحظاتی دیگه. آقای اوسانلوی عزیز، سلام به شما. سلام به شما و همکاران محترم و هممیهنان پرتلاش و زحمتکش ما. آقای اوسانلو، کارگران بافق در روزهای اخیر، من خبرهایی که دیدم، اعتصاب اونها پیامدهای گسترده تری داشته، بازتاب گسترده تری داشته. بقیه اقشار مردم توجه کردن، آمدن، پیوستن، همراهی، همدردی و نشونهای بسیاری در اخبار بوده. به طور فشرده از شما میشنویم آنچرا که کارگران بافق انجام داده و آنچرا که خواستارش هستن. اگه یادتون باشه، ما هفته گذشته درباره این اعتصاب و تلاشی که کارگران بافق داشتن به عنوان یکی از اخبار کارگری صحبت کردیم. ادامه این اعتصاب به دلیل اینکه کارگرها و مردم شهر نمیخواهند که این خصوصی سازی و خودمانی سازی حکومتی ادامه سهام معدن رو، یعنی اون 28.5% باقی مونده رو، به کف کسانی که اونها نمیشناسن و سود معدن رو از منطقه خارج میکنه و هیچ چیزی گیر کارگرا و شهر نمیاد، یک همبستگی بزرگ کارگری و مردمی ایجاد کرده. بیش از 5000 کارگر دارن به این اعتصاب ادامه میدن، به خصوص بعد از اینکه 9 نفر از همکاران اونها رو به تدریج در هفته گذشته دستگیر کردن و حالا خواستای کارگران یه پله بالاتر هم آمده. هم خانواده های کارگرا به میدان آمدن و هم خود کارگرهای اعتصابی و هم بخش زیادی از مردم شهر که کارگر معدن نیستن و همه خواهان آزادی این 9 کارگر زندانی هستن. خانواده های کارگران بازداشت شده از 6 شب پیش آمدن جلوی دفتر کارفرما تحصن کردند و اجازه ندادن که کارفرما دفترش خارج بشه. 2 روز بعد کارفرما به زور حضور نیروهای نظامی و انتظامی
از دفترش تونست خارج بشه، ولی اعتصاب و تحصن ادامه پیدا کرد. پس از اون همه در مسجد بزرگی که شهر داره جمع شدن، بیش از 6000 نفر آمدن اونجا که عکس‌ها و فیلم‌های زیادی هم ازش منتشر شده و همه خواهان آزادی این 9 نفر بودن و جلوگیری از خصوصی سازی و اینکه این سهام اگه قرار خصوصی بشه خب به خود کارگرها داده بشه. بعد از اون حدود ساعت 2:30 بعد از نصف شب شهریور ماه بود که پلیس برای دستگیری بقیه اون کارگرا از 18 نفر اقدام کرد که اونها در بین بقیه کارگران اعتصابی جای گرفتن و کارگرا اجازه ندادن که اونها دستگیر بشه. پس از اون تحصن رفت جلوی فرمانداری و جمعیت بیشتری هم اضافه شد. چادر اونجا زدن، پلاکارد کشیدن و شبها تا صبح هم بیدار هستن و جلوی فرمانداری میمونن و به منازلشون نمیرن. پس از اون نیروهای انتظامی که محوطه معدن و شهر رو اشغال کرده بودن، گارد ضد شورش، از منطقه معدن رفتن بیرون. اسامی که منتشر شده آقای امیرحسین کارگران، علی صبری، محمد حسن تشکری، علی محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه‌زاده، آقای ایرانی و خلیل کمالی از کارگران معدن سنگ آهن بافق هستند که در پی طرح شکایت کارفرما بازداشت شدند. حالا جالب اینه کارفرما زیر فشار مردم، خانواده‌ها و اعتصاب عقب نشینی کرده و دست از شکایتش برداشته، یعنی حتی به قانون خودشون هم الان دیگه بهانه‌ای برای دستگیری کارگرها و بازداشت اونها ندارن. ولی باز نگه داشتن. حتما به این نکته خواهیم رسید. اما سوال من اینه، این کارفرما که میفرمایید مگر همین نیست که به اصطلاح در پی خودمانی سازی حالا شده این کارفرما؟ کی هست؟ ایشون کی هست و چه وضعیتی داره؟ اینها کسایی هستن که به عنوان نماینده های بخش خصوصی که در اصل فرمانده های سپاه، مدیران سابق همین کارخونه ذوب فولاد و صنایع فولاد ایران و کسانی که به عنوان راندخور حکومتی در سیستم مدیریتی واقع شدن. اسم یکی از اینا این آقا عسکری هستش که اتفاقا خودش هم از همشهریهای بافقیه، ولی مردم الان میبینن که خود اون از همه بدتر به عنوان هم فرماندار و هم نماینده کارفرما جلوی کارگرا الان ایستاده و مردم خواهان برکناری اون هم از مقامش شدن و کارگرای اعتصابی یکی از خواستهاشون هم الان این شده که خودشون در مدیریت معدن و کارخونه باید نقش داشته باشن. این کسانی که الان به عنوان خصوصی سازی مطرح میشن همان مدیران دولتی و حکومتی هستن که با سران سپاه که در منطقه شرکت‌های خصوصی اعلام میکنن، بعد میان معادن و یا کارخونجات رو در سطح ایران شاید به 1/100 قیمتش، مثل این امکاناتی که این آقای مهدوی کنی که الان زنده مثلا نگرش داشتن به زور و ازش اثر انگشت میگیرن که میلیاردها میلیارد هزار تومان سرمایه مردم ایران رو به خانوادهش و یا توی مجلس خبرگان پست و مقامش رو بدن. یعنی هیچ کدوم اینا با کار و زحمت خودشون نیومدن یه صنعتی رو ایجاد کنن، به اصطلاح تولیدی رو ایجاد بکنن، کارآفرین باشن. به همین دلیل خودمانی سازی ما کارگرا به این کار میگیم، یعنی تمام امکانات، سرمایه، معدن، کارخونه‌ای که مال همه مردم ایران هست طبق اصل 44 یا دولتی بوده یا تعاونی، اینا حالا دارن میگن خودمانی یا خصوصی. این اعتصاب به این دلیل الان جنبه عمومی پیدا کرده چون حتی کاسبکارای شهر، بازاریا، مردم دیگه غیر از کارگرا که در این اعتصاب پشتیبانی میکنن میدونن به بهانه خصوصی سازی هم حقوق کارگرا رو کم خواهند کرد، تعدادی از اونها رو اخراج خواهند کرد و دستمزدها رو هم به موقع نخواهند داد. تیم هم از بین میره. منصور، خب بدین من یه بار مرور کنم ببینم من درست متوجه شدم این موضوع رو. ببینید، یعنی اینکه این کارخونه عملا مربوط به دولت بوده، متعلق زیر نگین دولت بوده، حالا این دولت هر چی که بود، حالا قرار خصوصیش کنن، مثل بسیاری از کارهایی که گفتم خصوصی کردن، بعد دادن به یه سری از افراد خودی، خیلی خودی دیگه، یعنی اینطوره. کارگرا حرفشون اینه که شما میخواین خصوصی کنین، خیلی خوب، بین این کارو بکنین، بذارید
ما میتونیم سهامشو بخریم یا بقیه مردم یا همه مردم. حرف اینه، یعنی داستان عبارت از این، درسته؟ بله آقای تشکری که الان دستگیر شده خودش جزء نماینده های کارگراست. ایشون قبل از دستگیریش به عنوان رئیس شورای شهر از طرف خود مردم انتخاب شده، لیاقت داشته که این رو، یعنی هم به نوعی جزء رهبران این اعتصاب هست، هم به نوعی نماینده کل مردم شهر. بحثی که اینا داشتن این بود که اولا هیچ سندی داله بر خصوصی سازی معدن تا حالا به مردم ارائه نشده، یعنی بهانه است که خود مدیران و کسایی که در ذوب فولاد و در همین معدن به عنوان مدیر از قبل اومدن با همدستی حکومتی‌های مثلا توی همین 8 سال 10 سال گذشته تا امروز به بهانه خصوصی سازی مالکیتی معدن رو دارن مال خودشون میکنن بدون هیچ مسببه قانونی. دو، اگر اینا وارد مسئله خصوصی سازی بشن تمام قوانین موجود کار و قوانین حمایتی کارگری پایمال میشه. داشتم به خدمتتون میگفتم موقعی دست موزهای این کارگرها کم شه و اخراج بشن قدرت خریدشون میاد پایین. در نتیجه کسایی هم که تو شهر با این کارگرها، با این 5000 نفر کم نیستن که معامله دارن، مراوده دارن، میدونن که به کاسبی و فروش و جنس و خرید و نمی مسئله اونها هم صدمه خواهد خورد، سود اونها هم کم خواهد شد. به همین دلیل استش که تمام شهر به پشتیبانی از کارگرها اومدن و حتی الان عقب نشینی کردن مقامات دولتی که حتی ما حاضریم 60 میلیون تومان وثیقه برای آقای تشکری بگیریم، 50 میلیون تومان وثیقه هم برای بقیه کارگرا اونا رو چه کار کردن؟ مگه قدی مرتکب شدن کارگرا؟ یه سری اومدن گفتن آقا یه همچی پیشنهادی دادن. مشروعیتشون هم به این خاطر است که کارخونه دست مال دولت بود، یعنی مال مردم بود، وگرنه اگه مال حسن بود میخواست بفروشه به حسین دیگه به کسی مربوط نبود. بله مال دولت مال مردمه. چیکار کردن این کارگرا که باید بریم زندان؟ بعد وثیقه از کجا بیارن؟ و چرا اصلا؟ درود بر شما. هم خانواده های کارگرا قبول نکردن، هم خود کارگرا که در بازداشت بودن گفتن ما هیچ خلافی نکردیم که همچین رفتاری بشه. دقیقاً حرف شما رو زدن. و یکی از اعضای خانواده های کارگرا گفته که حتی اینا انقدر جسارت رو بردن بالا که مبلغ 25 میلیون تومان قرار وثیقه برای یکی از کارگرای یا افرادی که اونجا بوده که شب دستگیری اومدن کارگرا رو ببرن تو خونه ایشون بودن کارگرا، حتی برای ایشون هم قرار وثیقه صادر کردن و ایشون هم دستگیر کردن که خانوادهش اون شخصی که کارگرا تو خونش اون شبی بودن که 5 نفر رو دستگیر کردن 25 میلیون وثیقه رو دادن این بنده خدا آزاد بشه. ولی کارگرا گفتن ما به هیچ وجه این وثیقه نمیدیم. بعد فرداش، یعنی 3 روز پیش، کارفرما و حکومتی اومدن گفتن آقا ما اصلا شکایتمون گذشتیم، قوه قضاییه الان باید شما رو رها کنه. خانواده کارگرا با قوه قضاییه که رفتن صحبت کردن، قوه قضاییه گفته خب ما بالاخره موقع یه نفر رو میگیریم که نمیتونیم ولش کنیم همینجوری. یعنی حالا دیگه بحث حکومتی کاملا شده، نمیخوان اشتباه خودشون رو قبول کنن. و خانواده کارگرا به هیچ وجه ما وثیقه نمیدیم، به تحسن ادامه میدیم و خود کارگران به ما پیغام دادن هیچ وثیقه برای ما نذارید. یعنی ببخشید آقای حسین، ببخشید، یعنی اینکه ما یکی میگیریم نمیتونیم همینطوری ولش کنیم، منظورشون چی هست؟ یعنی که یه وثیقه پولی چیزی منظور این هست یا نه پیچ و خم قانونی هست؟ آخه اینجا شما میدونید تو آمریکا خیلی از ایالت ها متهمه به قتل، حالا مدارک خیلی چیزی نیست، وجود نداره، ولی تقریبا آدم هم میدونه یه رو برای متهم به قتل، قتل رو انجام داره، ولی مدرک زیادی نیست. یا کسایی که در یه بازداشت موقع به این خاطر بازداشت میگن وثیقه هاشون خیلی 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 کمتر از اینه در بعضی ایالت ها که آزاد میشن. بفهم اینی که میگه مثلا همینطوری ولش نمیتونه بکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اشتباه رو کردن، بی دلیل دستگیر کردن و فکر نمی کردن که تمام شهر به مقاومت بیاد و خواهان آزادی اینا بشه. حتی امام جمعه بافق رفته از امام جمعه یزد خواسته که 52 تا از روحانی ها یا جسمانی های همون منطقه هم نامه نوشتن که ما این رفتار امنیتی رو محکوم میکنیم، چون همه شهر ایستادن دیگه، اینا باید خمس و زکاتشون رو همه شهر بگیرن. مجبور شدن، حتی اونا الان آزادی کارگرها رو خواستن. ترفندی که حالا حکومتی ها میزنن میگن آخه
رادیو تلویزیون های بیگانه و نمیدونم رسانه های ضد انقلاب و کسان دیگه عین حمایت میکنن، حتما این کارگرای دستگیر شده با اونا رابطه دارن و بین کارگرای دستگیر شده و مردم و کارگرایی که در اعتصابن اینطوری میخوان تفرقه بندازن و اونا هم گفتن هیچ کدوم اینا ما قبول نداریم، چطور تا دیروز اینا با هیچ گروهی رابطه نداشتن، حالا که دستگیر شدن و خبرشون رو همه رسانه دارن میدن گروهک شدن یا فلان گروه شد یا فلان سازمان شد. به همین دلیل اینا میگن اگر، یعنی حکومتی ها میگن اگر ما اینا رو آزاد کنیم یعنی که اشتباه خودمون رو پذیرفتیم و چون قوه قضاییه دیکتاتوری هست نمیخواد دیکتاتور بودنش رو زیر پا بذاره و نمیخواد شکست خودش و اشتباه خودش رو بپذیره. فکر میکنن اگه در یه نقطه در مقابل کارگر رو عقب نشینی بکنن، کارگرهای مناطق دیگه، اعتراضا و اعتصابای دیگه در مناطق پتروشیمی، اصلویه، پارس جنوبی، شرکت نفت، صنایع خود زباهن و فلزات که الان 130,000 کارگر در جای مختلف ایران توی این صنایع کار میکنن و همه ناراضی هن به خاطر قراردادهای همین دست جمعی که ندارن و همه موقت شده و همین خصوصی سازی ها عمل کردن و همش بر علیه کارگرها، یعنی به بهانه خصوصی سازی اول امنیت شغلی رو بین بردن در تمام ایران، قراردادهای رسمی رو تبدیل کردن موقت و بعد از اون بیمه و نمیدونم مزایای شغلی دیگه ای هم که شامل حال قانون کار میشده اونا هم بین رفته. حالا مسئله اینه الان حتی اینا گفتن ما 8 از این کارگرها رو آزاد میکنیم، آقای تشکری رو بعدن آزاد میکنیم. کارگرها گفتن هرگز، یا همه ما رو با هم آزاد میکنید یا ما فعلا میمونیم تو این بازداشت تا این حرف حقمون رو ثابت کنیم که ما بیگناهیم و جلوی خصوصی سازی رو میخوایم بگیریم. بعد از اون اتفاق جالبی که افتاده، نماینده کارگران اومده سخنرانی کرده و گفته که از دیروز اینا قول دادن که همه رو آزاد کنن، مقاومتو که دیدن، ولی گزارشات غلطی که خود عوامل اطلاعاتی و برخی از مسئولین دادن باعث شده که مردم به نظر اونها و علاوه اونها جدا حکومت بیان و رو در روی کم کم داره بین حکومت، مقامات حکومتی و کل شهر میشه. امتیازی که این اعتصاب داره یک، پیوستگی و اتحادی است که مردم و کارگرها با هم پیدا کردن، دو، خانواده‌ها که با قدرت ایستادن و تحصن دفاع میکنن، سخنرانی میکنن، زنها، بچه‌ها که به همراه بقیه کارگرها میان در مراکز تحصن، شب تا صبح موندن و میدون خالی نکردن، چادر زدن، 24 ساعته تحصن، یعنی اعتصاب به یه مرحله بالاتر رسیده، هم اعتصاب ادامه داره حالا تحصن هم بهش اضافه شده و مهمتر این که تونستن روی بسیاری از مقامات محلی اثر بذارن که اونا هم خواهان آزادی بشن. آقای استاندو ببینیم، پرسش اینه که کارگرای دیگه که خودشون هم کمابیش وضعیت چندان مناسبی ندارن چرا دست به حمایت نمیزن؟ یعنی چه موانعی وجود داره که فرض کنید کارگران اصلویه یا کارگران جاهای دیگه ای که حتی حقوقشون چند و چندین ماه از عقب افتاده، اینا نیان حمایت کنن از کارگران باف و دست به اعتصاب؟ اول از همه این که خوشبختانه کارگران شرکت واحد، سندیکای شرکت واحد، فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران، نهاد کارگرای اتحادیه کارگرای پروژه‌ای اطلاعیه‌های حمایتیشون رو صادر کردن و درخواست حمایت کردن و نامه‌هایی رو دادن که ماها ترجمه کردیم برای نهادهای کارگری بین‌المللی در حمایت از کارگران باف و اعتصابی که کماکان دهمین روزش رو داره در مرحله دوم ادامه میده. یعنی شروع حمایت‌ها شده از طریق نهادهای مستقل زیر فشار که خودشون هم تحت فشار حکومت هستن. همچنین بازتاب های این مبارزه در بدنه جامعه کارگری ایران داره به تدریج با اطلاع رسانی هایی که مثل همین تلویزیون شما میشه، برنامه‌ای که ما داریم با هم میذاریم و گروه های دیگه ای که به مسائل کارگری علاقه مندن و به همین دلیل حکومتی ها ترسیدن و اتهام به اصطلاح حمایت گروهک ها و گروه های خارج از کشور و ضد انقلاب و از این کارگرا به این کارگرا زدن. این بیانگر اینه که موج حمایت هایی که داره پیش میاد آرام آرام میتونه با این ایستادگی اینها، اطلاع رسانی درست، ایجاد صندوق های حمایتی، صندوق اعتصاب و پشتیبانی از داخل و خارج کشور از این اعتصابیون و خانواده های مبارز متحسنین، تأثیرات مثبت خودشو در مقاومت بیشتر این
کارگران محترم بافق بگذاره که این اعتراضاتشون منجر به همون فرایندی که شما میپرسی بشه و نمونه های از این اتحاد و طرح چگونگی حمایت از کارگرای بافق مطرح شده و فضای شهر رو به همین دلیل امنیتی کردن دولتی ها. ولی با این حال کارگرا اعلام کردن که تا زمانی که مسئله خصوصی سازی و مسئله آزادی کارگرها و همچنین حضور کارگرا در مدیریت خود این مراکز معدنی و تولید و شروع ساخت و ساز کارخونه های ذوب آهن و ذوب فلزاتی که به معدن مربوط هستن که کار بیشتری ایجاد بشه و سنگ معدن رو نفروشن به چین، این سنگ معدن خودش اگه بره کارخونه ذوب آهن و کارخونه ذوب آهن درست شه هزاران شغل ایجاد میشه. و اینا قولایی بودی که 10 سال پیش به مردم باف دادن و انجام ندادن و حالا همه اینا داره به همدیگه گره میخوره، پیوند میخوره و اتفاقا اون پشتیبانی در سطح کارگری کشوری و در سطح ملی رو ما میخوایم پدید بیاد با داشتن برنامه مثل شما و اطلاع‌رسانی زیر سانسور شدید حکومتی. امیدواریم که برسه روزی که کارگران به همه خواسته های خودشون برسه. اما نکته اینه وقتی که میگن کارگران باف با رسانه های ویگانی یا هرچه در ارتباط هستن، خب واقعا این یعنی پرده گذاشتن بر مسائل مشکلاتی که وجود داره به جای حلش، یه همچین راه حلایی که اینا راه حل نیست. مثل بسیاری از زندانی، ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار ایرانی رو در رامهرمز گرفته بودن در حکمش با انشایی که مربوط به جنگ جهانی اول هست، ارتباط با دول متخاصم. اولا کدوم دول متخاصم؟ بعد یه روزنامه نگار یه لاغبای خوزستانی از شهر رامهرمزی که ما بهش میگیم رومز، از اونجا با دول متخاصم اصلا چجوری میشه ارتباط برقرار کرد؟ یا مثلا کارگران باف هزار یه مشکل با وضعیتی که دارید، مثلا با چه میگن استکبار جهانی و دشمنان دو حکومت اسلامی و اینها، این صفاتی که به کار میبرن، چجوری اصلا تماس بگیرن؟ که نیستم چی چیزی خواستهایی دارن خیلی روشن. شما تقسیم آیا اینطور نیست آیا اصلا تقسیم کردن به خودی غیر خودی، که بازی غیر خودی ها باز هر کدوم در دایره خودشون میگن اون یکی غیر خودیست، و بیرون از این دایره که هرچی ملت هست و کارگران باف هست و بقیه هم که نخودی یا بی خودی یا یه چیزی مثل این هست دیگه. از نظر حکومت کارگر باف واقعا اساسش چی میخواد؟ این پرسش اساسی اولیه هست. چرا خب مگه همین کارگران نبودن آقای اوسانلو که آقای خمینی با وعده هایی که به اونها داد به اعتصاب تشویقشون کرد که شما به سر از بهشت در خواهید؟ و میراثداران خمینی چرا چنین میکنه؟ چرا به جای رسیدن به خواستهای کارگران، به جای فقط سیر کردن حسن و حسین که فردا باز گرفتاری خودشون، الان گرفتاری هایی که با رفسنجانی مثلا دارن یا مهدی رفسنجانی، چرا نمیم به وضعیت کارگران برسن؟ واقعیت چی هست؟ اصل قضیه چیه؟ ناتوانیش در تأمین خواستهای کارگران، ناتوانیش اینه که علاوه فکری اینا اصلا این کار نیستن. کسانی که هیچ وقت کار نکردن، زحمت نکشیدن، چطوری میتونن مشکل کسانی رو حل بکنن که یه عمری با کار و زحمت و تولید و اندیشه و خردورزی زندگی رو میسازن؟ مسئله اینه که اینها فکر میکنن، چون ببینید حکومت دیکتاتوری ما میگیم یا فاشیستی میگیم، چرا میگیم؟ چون روشهایی داره که روشهاش غیر انسانی و ضد انسانیه و نسبت به همه مردم یه جامعه رفتار میکنه، به معلم، به کارگر، به بهایی، به نمیدونم یهودی، به مسیحی، به هر کسی که مثل خودشون نباشد و منافع خودشون رو تأمین نکند و در یک نقطه بیستد و یک حرفی بزند، یه حقی بخواهد یا دیگر اندیش باشد یا دیگر باش باشد، اینها به خاطر اون ماهیت دیکتاتوری و فاشیستیشون در مقابلش میستن. اما مسئله اینه که کارگرها این بار دیگه گول این تهمت‌های حکومتی و دروغین رو نمیخورن. کارگرای معدن سنگ آهن باف قصد دارن از اقدام چندین وبسایت خبری محلی نزدیک به دولت در انتصاب اعتراضات صنفیشان به یک سازمان تروریستی خارج از کشور شکایت کنن. و الان میگم ما شکایت میکنیم که شما به ما تهمت زدید،
ما کارگرایی هستیم که آیندهمون، گذشتهمون، زندگیمون، همه چیمون رو گذاشتیم روی معدن. حالا چطوری شده که یه این تهمت رو میزنی و در موضع حمله و به اصطلاح شکایت کردن حتی از اونها برآمدن، نه اینکه بترسن با این تهمت ها، چون حکومت این تهمت ها رو میزنه که کارگرا رو بترسونه، بگه آها حالا که میخواین من براتون مثلا یه همچی داستانی درست میکنم. حالا مسئله اینه که الان آقای بهمن کشاورز که یکی از وکلای برجسته ایرانی در داخل کشور هست در این باره صحبت کرده، گفته کاملا این تهمت قابل پیگیری به اصطلاح شکایت از سوی کارگران، چون هیچ اقدام خشونت آمیز و مخربی نداشتن، حتی طبق ماده 142 قانون کار خود جمهوری اسلامی به صورت تلویحی اعتراض و اعتصاب و دست از کار کشیدن در محل کار موندن به عنوان حق اعتصاب شناخته شده و کارگران میتونن شکایت کنن از کسانی که این تهمت رو بهشون زدن. و مسئله اینه علت اعتصاب رو باید اونجا بررسی کرد و اینکه الان تغییر و تفسیرهایی که حکومتی ها میکنن که بین کارگرها تفرقه بندازن هیچ تأثیری نداره و اینا برای اینکه جواب بدن تهمت میزنن. خب آقای یوسانلو ببینید، مجامع بین المللی مربوط به کار و حقوق کارگران تا به حال چه کردن و چه میکنن و چطور میتونن حمایت کنن؟ بله، اولا که بایستی به اونها اطلاع رسانی کافی بشه. خب اعتصاب دهمین روز خودش رو داره میره جلو، امثال من که تا جایی که میتونیم و کسان دیگه که به امر کارگری علاقمندن از نهادهایی که میشه، خب ما کمیم، نیرومون هم نسبتا کمه، هم بایستی این اخبار ترجمه بشن، هم درخواستا و نامه‌های کارگرها ترجمه بشه، بعد اینا رو ما بفرستیم به نهادهای بین‌المللی کارگری مثل ILO و ITUC، ITF و حتی WFTO، هر نهادهای بین‌المللی کارگری، و بعد اونجا باید یه فشاری از داخل بیاد که اون کمیته های دفاع از حقوق کارگران که آقای گای رایدر الان رهبر ILO هست توجه به حرف اونا شروع کنه به نامه نوشتن به حکومت و درخواست بکنن که حکومت این رفتار ضد کارگری و ضد حقوق بشری خودشو تعطیل بکنه و کارگرها ببینن که حمایت های جهانی میاد. از این طرف هم نهادهای بین المللی حقوق بشری به دلیل دستگیری غیرقانونی، تهمت زدن، سرکوب و اینکه حقوق خود کارگرها نمیدن و این حقوق جزء حقوق بین المللی حقوق بشری هم هست. ما اصلا یه بیانیه‌ای داریم در اتحادیه کارگری جهانی که حقوق کارگران همان حقوق بشر است و به این ترتیب بتونیم توجه بیشتر نهادهای بین المللی رو جمع کنیم که اونها به دولت و حکومت با ابزارهای بین المللی که دارن فشار بیارن تا نسبت به به اصطلاح رعایت حقوق کارگرا و رعایت این اعتصاب کارگرای بافق به خصوص ما فشارهای بیشتری رو از طرف مقامات بین المللی ببینیم. بله آقای یوسف، من اشاره کردم مثلا به طور مثال به آقای رفسنجانی که البته خب نمیشم انتظار داشت که کسانی که الان این وضعیت رو برای کارگران بافق به وجود آوردن به این نکته توجه کنن که آقا ما بهتره به کارگران برسیم تا مثلا جیب یه بابایی رو پر کنیم فردا مثلا بریم یقش رو بگیریم. این البته فرمول اخلاقی است که بسیار بسیار بعیده که چنین فکر کنه. و هر حال آقای رفسنجانی و گروه رفسنجانی خودش بسیاری از کارخونه ها رو مصادره کردن بعد از انقلاب، همونطوری که بقیه روحانیون از قفاره گرفته تا بقیهشون، آقای مکارم شیرازی که شکر و بقیه مسائل مربوط به شکر رو زیر نگین خودش گرفته به اصطلاح. یه زمان شکر شکر میشد توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرفت، الان که خب به هر حال وضعیت برعکس، شکر شکر میشن توتیان ایران هم نمیشن، حتی خاطری که قند و شکر زیر نگین روحانیتشی هست. به هر حال اما با همه این احوال نماینده های آن کسانی که نماینده باف نامیده میشن، روحانیتی که تا پیش از انقلاب به اصطلاح از سفره کارگران تغذیه میکرد الان رفته اون بالا نشسته، اینا هیچ اقدامی نمیکنن که آقا چه وضعیتتون کارگران، آقا مثلا چی میخوان که شما بعد بشین زندانشون کردین؟ کارگران با اون کار سخت معدن که شما میدونید اینجا حالا گذشته از اینکه کارگران معدن حقوق های
بسیار بسیار بالایی دارن، حتی در مواردی از بیشتر از سناتور و بقیه، اما ارزش هم که در جامعه و در میان حکومتیان دارن و سندیکا و این حرفا، خودتون میبینید چقدر مهم است. بفهم ببینید، روحانیون خب کارگرا معمولا چیزی نداشتن که روحانیون از سفره اونا بخورن، ولی شاید یک خیلی ناچیز بخش بدنه کارگر ناآگاه، خمس و زکات و حق امام و این چیزا، بیشتر خب جیره خور بازاری ها و میتونم بگم فودالا و اربابا و خانا بودن که بعد بیان حرفای اونا رو بزنن، مخ مردم رو کار بگیرن و کارگرها و رعیت ها رو بادار کنن که مفت کار کنن برای آقایون. الان خودشون شدن یه طبقه که همه اقتصاد و پول و قدرت و ثروت در خودشون قرار گرفته. به همین دلیل هستش که اینها هیچ حرکتی به نفع کارگرها نمی کنن، هیچ برخلاف کارگرها کار می کنن. خب یک نظریه هم وجود داره که الان روحانیون انقدر پولدار شدن و اینها، از جمله آقای خامنه ای که رهبر جمهوری اسلامی هست، یک قلم از پولی که زیر نگین ایشون هست 95 میلیارد دلار هست که این رو منابع خبرگزاری رویتر بعد از گزارش‌های دقیقی که داشتن از منابع مالی مختلف در اروپا منتشر کردن. یک نظریه هم وجود داشت که حالا زمان اون رسیده که برعکس بشه، یعنی میگن آقایون روحانیون، آقای خامنه ای و بقیه، همین رفسنجانی و دار دستش، اینها بیان خمس و زکات به مردم بدن، چون دیگه وضعیت برعکس شده. نیست سندو، بسیار سپاسگزار هستیم از شما، وقتمون کم کم به پایان میرسه و به طور مختصر من فقط میخواستم جویای حال بهنام ابراهیم زاده بشم. ممنون که به یادش هستید. الان بهنام ابراهیم زاده نزدیک به 20 روز در اعتصاب قضاست، در اعتصاب قضای تر در زندان رجای شهر، در بند بسیار خطرناک یک سالن دو که افرادی که زیر فشار زندان بیمار شدن اونجا به سر میبره، جانش هم به لحاظ امنیتی هم به لحاظ بیماری و ادامه اعتصاب در خطر است و همسر و پسرش نیما که ایشون هم بیماری سرطان داشت و شیمی درمانی در بیمارستان محک میشه و یه عالمه هزینه ماهیانه درمان فقط نیماست، نامه‌ای نوشتن به نهادهای کارگری داخلی جهانی و همه انسان‌های آزادیخواه که همه ما فریاد بزنیم برای آزادی بهنام ابراهیم زاده که جانشو در زندان رجای شهر از دست نده. با سپاس از شما آقای منصور اوسانلوی عزیز و با امید به روزی که تمام کارگران ایرانی به مطالبات و خواستهای خود برسن و زندگی شایسته‌ای داشته باشن و هیچ کارگری در زندان نباشه، نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان. سپاسی دوباره از شما آقای منصور اوسانلو. پی خواهیم گرفت در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران از آلمان، با من و شما خواهند. تا لحظات دیگر. در نیمه دوم تفسیر خبر آقای علیرضا رضایی با من و شما هستند، همراه با ذره‌بین خود. اخبار ویژه‌ای رو از زیر ذره‌بین، از پشت ذره‌بین آقای علیرضا رضایی گرامی با هم مرور میکنیم. سلام به شما آقای رضایی عزیز. سلام به شما بینندگان عزیز و خوب و نازنین، فرشته روی زمین، من در خدمتم. اختیار نکرشتیم، اگر فرشتهی در کار بود یعنی در روی زمین اینجا چه میکرد؟ برمیکرش همون جایی که میباید باشه، چون دنیای زیاد همچین فرشته پروری نیست. هست؟ هست چرا نیست، ما کلی فرشته داریم تو ایران. از جمله؟ فقط امام و امامزاده که نداریم، فرشته هم داریم. یعنی از جمله امام ها، فرشته هایی که هستن، احمد خاتمی رو میشه جز فرشته ها گذاشت یا مثلا نقدی رو جا؟ آره چرا نمیشه، ما یه عالمه فرشته ترسناک داریم، فرشته هایی که همهشون مهربون خوب با صفایی نیستن، فرشته های وحشتناک هم داریم، ما چرا نداریم؟ آها من منظورم اون نکیر و منکر و اینا، پس یه جور فرشته هم دیگه نیست؟ آره میگه سرازلی قبر و اینا بالاخره یه دو بعد یه آدم ها بگیرن دیگه.
خب آقای رضایی عزیز، از عالم فرشتگان که به درآییم، به عالم واقعیت که میرسیم، در تهران ما میبینیم جنوب شهر گرفتار بی‌آبی هستن مردم دیگه. حالا بقیه چیزا به کنار، آب آشامیدنی نمیشه تأمین کرد برای مردم ایران. علتش چیه برای مردم تهران؟ آب بالا یکی از مشکلات بزرگ آب از اول انقلاب، از موقعی که آب و برق مجانی شد، خب مردم تحت ستم در زمان شاه که از بیابی، بی برقی، از همه چی رنج می بردن، خب هجوم آوردن به استفاده آب. مجانی بود دیگه، مفت بود، آب زمین، همه چی مجانی شد. اینا هجوم آوردن، یه استفاده بی رویه شروع شد و الان با بحران آب ما مواجهیم. منتها من تعجبم اینه که اگر در زمان شاه راه حلی برای این قضیه وجود نداشت، الان هزار تا راه حل دارن برای آب، مسئله آب، و نمیدونم چرا استفاده نمی کنن. بدبختی ما در سراسر میهن اسلامی از اونجایی شروع شد که این آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه شیراز، ول کرد یهو شد رفت قم بشینه اقتصاد اسلامی بخونه. ایشون در شیراز نماز بارون میخوند مثل بنز، تمام مشکلات بیابی استان فارس رو حل کرده بود. البته ایشون یه بار در شیراز نماز بارون خوند، در گرگان سیل اومد. حالا بعدم چی کردن دیدم اون زاویه‌ای که وایساده بود برای نماز و اینا خورده خطا داشت، گرگان سیل اومد. ولی الان ایشون رو یه هفته الان نماز جمعه تهران رو بدن ایشون بخونه، این اقتصاد اسلامی رو ول کنه، بیاد به نفع مسلمانان جهان یه نماز جمعه بخونه. اولا نماز جمعهش بسیار شلوغ خواهد شد، یعنی تمام کسایی که جمعه پای برنامه‌های طنز و تفریحی و اینا میخوان بشینن، مطمئنا همه میرن نماز جمعه. آیت الله حائری شیرازی، من امضا میدم اگر نماز جمعه تهران رو بخونه همه میرن، همه برای خنده و صفا اینا. بعد یه نماز بارونی هم اونجا چی میشه، یه دو رکعت نماز بارون بزنه به کمرش، این مشکل آب صدا حل بشه، بارون بیاد، خداوند متعال گوش میده به حرف ایشون، بارها ثابت کرده. حالا زاویه هم بشینن دقیقا محاسبه کنن که مثلا در تهران نماز میخونه یه دفعه در بندر عباس مثلا بارون نیاد اشتباهی. زاویه چی رو باید چیز کنه؟ اون جهتی که باید وایسن، ظاهرا ببینید همه چی الان در حال حاضر در نظام اسلامی همه چی زاویه داره. خانوم میاد تو برنامه تلویزیون، خانوم میاد تو برنامه تلویزیونی و میگه که میشین راجب فرکانس هایی که خداوند متعال برای بچه دار شدن میفرسته صحبت میکنه. یعنی اینکه امت اسلام، خانم ها و آقایون، از این بعد باید دیششون رو به یک جهتی تنظیم کنن که اون فرکانس رو بگیرن. بچه توضیح هم میده، میگه با روحیه شهید پروری به دنیا میاد، از اون اول شهید پروری، یعنی دیگه 6 ماه بشه راحت میشه فرستادش مثلا سوریه بجنگه. همه چی الان زاویه داره، همه چی الان جهت داره و طبق اون جهت تنظیم بشه. الان هلال ماه، عرض کنم که شوال، ما چقدر بدبختی داریم هر سال برای یه ستاد رؤیت هلال ماه داریم. خب اینا اون زاویه رو یه درجه این برابر اشتباه کنن، خدایی نکرده خدا اون روزا نیاره، ممکنه عید فطر ما با عید فطر عربستان یکی بشه، در صورتی که اینا باید با یک زاویه دوربین رو بذارن که ما حتما یه روز بعد از عربستان عید فطر داشته باشیم. زاویه ها مهمه. آیت الله حائری شیرازی رو ببرن با استفاده از تکنولوژی داخلی و ملی، این زاویه رو هم حساب کنن، ایشون یه دو رکعت نماز بارون بخونه، همه چی حله. حالا این نماز بارون و فرشته و اینا که صحبت کردم، یه ترانه بود، نم نم بارون فرشته میخوند، خواننده نازنینی به اسم فرشته، قدیم ها اون البته دیگه کارگر نیست برای اومدن بارون. اما این نکته که گفتین که خداوند فرکانس هایی میفرسته برای بارور شدن، در تلویزیون گفته شد اینجه همچی چیزی، نه؟ بله بله. یعنی خداوند عالم تمام امور کائنات و هر چی که هستی هست و نیستی نیست و همه اینا رو میذاری کنار، مثلا یه جعفر قلی با فاطمه خانم جایی با هم دیگه شب جمعه مثلا
همبستر شدن دیگه تمرکز عالم خلقت میره روی این مسئله که فرکانس بفرستن و از این صحبت ها. یه همچی حرفی است؟ نه خداوند، بله بله دقیقا همینجوری، منطقه خداوند اینطوری نیست که کار زندگیشو بل کنه. این خانم کاملا توضیح میده که خداوند در یک روزهای خاصی، در یک روزهای خاص تقریبا مثلا 5 روز در هفته، یک ساعتهای مشخصی خداوند شغلش اینه که فرکانس بفرسته. ایشون توضیح میده مثلا میگه بین ساعت 3 تا 5 صبح، خب مثلا 5 صبح فرض بفرمایی تابستون مسلمون نماز صبحش قضا میشه، بخواد ایه بر مثلا بدبخت دیشو تنظیم کنه برن فرکانس الهی رو بگیره، ایه بر دیگه تا قصد کنه و وضو بدبختی نماز بگیر ببن قضا میشه. حالا نمیدونم خداوند چه فکری به حال اینا کرده، این خانم توضیح میده کاملا و یک ساعت‌های مشخصیه. مثلا گفته نمیدونم شب شنبه 10 تا 12 شب. حالا تفسیر هم نذاشته که اگه موقع مرد و زن مسلمان خدایی نکرده کارشون مثلا تا 12:30 اگر طول کشید، تکلیف اون بچه چجوری میشه؟ یعنی بچه تا 12 فرکانس از خدا گرفته، بعد 12 بعد فرکانس قطع شده، یهو بچه پارازیت میفته و تکلیف اصلا بچه معلوم نیست چی میشه. یعنی در تلویزیون نگن کجا بگن؟ خود دیگه لابد اینا یه حساب کتاب علمیه که بعدا رسیدگی میکنن در میارن اون روب ساعت از کجا فرکانس ها اومده، یا مثلا قطع کنی کسایی مثل سردار نقدی یا احمد جنتی یا علم الهدا، اینا رو هم میشه پیدا کرد که مثلا تیه چه فرکانس های اینا تولید شدن و با به عالم هستی گذاشتن. اون البته من از ذرت میخوام اونا یک سره با کابل وصلن به فرستنده، یعنی اونا فرکانس نمیگیره، اونا یه سره هم. درست. حالا من یک ببینین، غریبن بین ما نیست، بیننده ها اصلا های رضایی، این جنوب شهر تهران شما وقتی دقت بکنیم این بیابی سرصداش از زمانی بلند همزمان هست با مسائل مربوط به غزه، همزمان هست با مسائل سوریه، تقلق شدن پایه‌های حکومت اسد، همزمان هست با قضایای داعش در عراق، و این جنوب شهر تهران صحبت بیابی میکنه. فکر نمیکنید یک نقش استکبار و صهیونیسم جهانی و هر آنچه در سماوات و الارض هست دستن در کار هستن، این همزمانی خودش به شما چیزی نمیده که این مردم جنوب شهر تحت تبلیغات سوء استکبار جهانی و صهیونیسم و بین الملل و غیر بین الملل هر چی که هست بیابی دوچار بیابی شده، یا میگه بیاب ما آب نداریم یا هر چی که هست. والا شما یه جوری میگین خدایی نکرده، انگار که مثلا خدایی نکرده جمهوری اسلامی فرزن اون پولی رو که باید یا اون امکاناتی رو که باید صرف رفع بحران آب بکنه یه موقعی ممکنه خدا اون روز نیاره اینجوری القا بشه که این مثلا امکانات، این پول، این تجهیزات داره مثلا ارسال میشه برای سوریه، برای غزه. اصلا اینطوری نیست. ما اگر تمام امکانات داخلیمون رو به این ور اون ور بدیم، عرض میکنم با 2 رکعت نماز تمام مشکل بیابی حل میشه. الان مشکل بیابی توی مراجع و علما و بزرگان و اینا که کاملا حل شده. الان مثلا 3-4 ماه یک روش های جدیدی کشف شده، آقای مهدوی کنی الان 3 ماه ایشون به جای آب با برق زنده است. یعنی تصاویر ایشونو در بیمارستان شما ببینید، یه دونه سرم بالا سرش نیبره شما تا دلت بخواد کابلش وصله. خب مشکل مراجع، مشکل بیابی مراجع به این شکل حل شده، یعنی بیارو با آب نتونه کار کنه با برق کار میکنه. من البته همین الان که خدمت شما هستم نمیدونم نفع آقای مهدوی کنی چیه و اینکه تو این شرایط ایشون این همه مثلا بر صورت کابل بهش وصل و این همه برق مصرف شده، من نمیدونم مثلا وزارت نیروی کنتوری نمیاد وصل کنه اونجا ببینه چقدر ایشون برق مصرف میکنه از نظر علمی، ها نه اینکه حالا بعدا پولشو بگیرن اینا. بر صورت مسئله مراجع که به این شکل کاملا حل شده، شاید در دراز مدت برنامه اینه که چون ما بر صورت
الان نیروگاه های اتمی داریم شکر خدا، حالا اگه برق نمیدن کاری میکنن که برق ملت بپره نیروگاه های چیزمون، برق هسته ایمون. اگر در تولید برق به خودکفایی برسیم که البته ده ها سال رسیدیم، همزمان با اینکه در تولید همه چیز ما به خودکفایی رسیدیم، ما اصلا وسط های جنگ بودیم تو همه چی به خودکفایی رسیدیم، در برق همین اتفاق بیفته، شاید مشکل رو، مشکل بیابی رو با برقی حل کنن. شاید در حال حاضر مراحل آزمایشی قضیه رو با موفقیت دارن پشت سر میذارن. من امیدوارم که آقای مهدوی کنی یه 7-8 سال دیگه هم توی کما همینجور تشریف داشته باشن و تا ببینیم چجوری میشه. در صورت و مسئله آب در تهران احتیاج به هیچ تکنولوژی خاصی نداره، با 2 رکعت نماز حل میشه. شما یه سوال هم کردین که مهدوی کنی فایدش چی؟ اینطور اگه درست شنیده باشم، خیلی ها معتقدن که در این وضع نگه داشتن چون به اثر انگشتش نیاز دارن برای یک سری سندهایی که والا حرفیست که بعضی ها میزنن در تهران به اینجا هم رسیده به بیرونت. عرض کنم که آخر اثر الان فرض کنید که یه سندی رو با یه اثر انگشتی نشون بدم، بنده و جنابالی که متوجه نمیشیم یه اثر انگشت مهدوی کنی هست یا نه. یعنی ما نمونه اثر انگشت مهدوی کنی رو که نداریم که بعد تطبیق بدیم. اون کار آگاهیه که حالا اونم نمیکنه این کارو. نه بنده و جنابالی ممکنه، ولی در میون علما ها، کسانی که حکومت میکنن در تهران، خیلی اثر انگشت آقای مهدوی کنی حتما تشخیص میدن. بفهم آقای مهدوی کنی بیشتر از انگشت انگشتر داره، اون با اثر انگشترش رو به صورت مرده ایشون هم میشه انگشترش رو زد پای چیز. مثلا این که اون انگشتر یا اون انگشترها دست کی بیفته. یه داستان اینه که ایشون قبل از اینکه تبدیل به بابا برقی بشه رئیس مجلس خبرگان بود و آقای دوری نجف آبادی هم که به صورت یکی دیگه از اعضای اون مجلس هست، یه ماه قبل از اینکه ایشون بره تو کما گفتش که ما باید کم کم به فکر جایگزین رهبر باشیم. حالا من نمیدونم چجوری شد که به محض اینکه آقای دوری نجف آبادی اینو گفت، آقای مهدوی کنی رفت تو کما و این بحث حالا انگشت انگشتر. عموما انگشت های اینها که خیلی مهمه، در حال اون که اصلا بحثی توش نیست و انگشت زنده شون هم خب به هر حال خیلی بیشتر به کار میاد تا انگشت مرده. من در ادامه سوالاتم در مورد آقای مهدوی کنی، الان همین بحث انگشت زنده و اینها شد، من باز نمیفهمم پزشکای ایشون با نگرانی گفتن سطح هوشیاری مهدوی کنی به 20% رسیده. این یعنی 3 برابر افزایش داشته سطح هوشیاری آیت الله مهدوی کنی از روزی که رفته کما، 3 برابر نسبت به قبلش بیشتر شده. بعد پزشکان نگرانن از این بابت. حالا ایشون با همین انگشت 20% هوشیار به عنوان بابا برقی نظام شاید بتونه انگشت که جایی نمیتونه بزنه، ولی اینکه انگشتش رو بتونه به هر حال به سمتی ببره و کار دیگه ای بکنه و اینا رو من نمیدونم. به صورت بیشتر از انگشت من فکر کنم انگشتش به کار بیاد و اینکه یه سری اختلافات تو مجلس خبرگان هست که خب ببینید ما بیشتر از انگشت و اینا آخه به خاطره احتیاج داریم. یعنی همین آقای خامنه ای مقام معظمه رهبر انقلاب شده، اگر مهدوی کنی در شرایطی باشه که یه دفعه‌ای بتونه یه خاطره‌ای تعریف کنه، یا مثلا تو همین کما رو مونیتورایی که بهش وصله و اینا یه خاطره‌ای اونجا ثبت بشه که آره یه روز با امام داشتیم یه قلقل بازی می‌کردیم چی بود، و یک دفعه گفتیم کی برای رهبری مناسب، امام گفت فلانی. حالا یه همچین خاطره‌ای اگه از ایشون در همین حالت کما هم بیاد بیرون، خب باعث خوشحالیه و معلوم میشه این هم پول برقی که برای نگه داشتن ایشون دارن میدن بی خودی نبود. برگردیم به مسئله بیابی. شما معتقد هستین که صهیونیست بین المللی استکبار جهانی در بیابی مردم جنوب پایتخت نقشی نداره، و بیابی سدهای تهران چی؟ اونم نقشی نداره؟ در بیابی سدهای تهران که اصلا در سدهای کل کشور، اونو که آقای احمدی نژاد 4-5 سال پیش مسئله شد اصلا شکاف افشا کرد و تموم شد رفت، گفت غربی ها ابرهای بارور ما رو میدوزن
و میبرن سر خودشون بارون بیاد. و دقیقا هم ایشون درست میگه. الان بنده در آلمان هستم، 4 یا 5 روزه که اینجا هستم. پیش از اون در فرانسه بودم، تقریبا میتونم بگم در هر دو کشور در 10 روز گذشته 1 ضرب بارون اومده. خب ابرام به نظرتون آشنا میومدن دیگه؟ نه 100% ابرام رو اصلا من دیده بودم. من خود آخرین بار مثلا 4 سال و نیم اینا پیش ایران بودم. و سوای این که حالا من گاهن از نظر معنوی به ایران سفر میکنم و میام میبینم این چیزا رو، از نظر جسمی هم 4 سال و نیم اینایی پیش ایران بودم. ابرا ابرای خودمون بود، اصلا کجخورگی و همه چی ابرا ابرای خودمون بودن و آورده بودن اینجا. این 10 روز این بدبخت ها انقدر باریدن. بعد من دیدم که با تناب ابرا رو بستن که دوباره اگه بارور شدن جایی نرن، همینجا بارونشون بیاد. شاید هم آیت الله حائری شیرازی داره زحمتشون میکشه، الان داره نماز بارون میخونه بدبخته بیچاره. ابری وجود نداره، یعنی تمام ابرها رو دشمنان اسلام و مسلمین دزدیدن آوردن و دیگه ابری وجود نداره که بباره. حالا غافل از این که اینجا هم که ابرها میباره باز به سر ما میباره، ولی دشمنان اسلام دیگه حساب اینجاشو نکرده بودن که ما اون موقعی که ابرها تو ایران بود، خب ما تو ایران بودیم، الان هم اینجاییم و از همین نعمت بهره مند میشیم. آشنان یه جوره دیگه، یعنی میشناسن اصلا خودشن. یعنی اینی که میگی درسته، یعنی این که ابرها رو بعدن پهن میکنن رو بند و اینا دوباره خوشه و دوباره بارور بشه یا چیزی داریم دیگه تو نقاشی خود اروپایی ها، اسنادش هست، رون ماگریت هست که یه همچین نقاشی هایی کرده، مال قبل‌تره که در زمان قبل از انقلاب ابرها رو این خارجی ها میدوزیدن. خب شاه هم چیزی نمیکرد چون با خارجی ها روابط خوبی داشت. این نقاشی های رون ماگریت هم مال همون زمان هست. به هر حال پس حالی کاری هم نمیشه که اگه جلو این دوزی ابرها رو گرفت تو همین 1-2 دقیقه که ما وقت داریم. یه به نظرم دم مرز اینا میتونن با یه سری پارو، یه پاروهای دست بلند چی کنن، با همین چماقایی که ملت رو میزنن سر هم کنن میشه و این ابرها رو جلوگیری کنن دیگه. یعنی ابرها موقعی که داره حرکت میکنه، مثلا ابرهای باربر که الان یک بدبختی های باربری هستن، مسئله عمده نظام باربری، اینا رو نذارن با پارو نذارن که از اون ور ببره دشمن. به هر حال ما وقتی به تکنولوژی فضایی دسترسی پیدا میکنیم و به این راحتی، ما هرچی کرم و میمون و قورباغه و جک و جونور بود تو فضا تونستیم، مخصوصا کرم، ما تونستیم تو فضا کرم بریزیم. ما فقط تو کره زمین تا پیش از اون قادر بود جمهوری اسلامی کرم بریزه که بعدا تو فضا هم موفق شد. خب با همین تکنولوژی ها برن جلو ابرها رو هم بگیرن و مسئله رو حل کنن. این پارو رو ما فکر می‌کنیم باید کی دست بگیره و پیشدار بشه؟ نقدی به نظر میاد مناسب ترینه، سردار نقدی. به هر حال نقدی هم اگه وقت کنه، الان در حال حاضر مسئله اینه که دور تا دور ایران، دور تا دور جمهوری اسلامی رو دشمن دم به دقیقه داره نفوذ میکنه. یه اتفاقی که افتاده اینه که یه تصاویری منتشر از یک پهپاد اسرائیلی این بار در نتنز سرنگون شده و یه خود درگیر اون جهان، میگن ما پهپاد زدیم. حالا پهپاد یارو از دم مرز تا پهپاد اسرائیلیه، از دم مرز تا نتنز چجوری اومده و هیچکی هم ندیده، اون حالا مهم نیست. مهم اینه که تو نتنز ما برها اینا درگیر یه مسائل اینچنینی هستن. اینا برای شایدن برای همون دوزیدن درگیر مسائل بله با پهپاد که فیلم هم بفهم من میگم پهپاد فیلم هم آخه میگیره، مراحل سرقت خودش فیلم هم میگیره. خوبه طرز گلابسازی یا مثلا قنیسازی اورانیوم همه اینا هست دیگه، چون اطراف نتنس خیلی چیز هست. بله سپاسگزار هستیم علی رضا رضایی عزیز، امیدواریم به هر حال هرچه سریعتر جلوی این سرقت ابرهای ایران گرفته بشه و راه حلایی که گفتین نماز بارون و بقیه مسائل. بسیار سپاسگزار هستیم رضایی گرام. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای همه شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، تفتان، الوند، کوه آسماری و کوهساران زاگرس
و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.